با درود خدمت بینندگان عزیز، سیاوش رفیع هستم از برنامه مشاور شما تلویزیون AMG در خدمتتون هستم. امروز در رابطه با وام مسکن و پروداکتایی که توی این مارکت برای شما هموطنان هستش صحبت خواهیم کرد. به طور کلی شرایط اخذ وام برای کسایی که در نیو تو کانادا هستن، به عبارتی تازه واردین به کانادا، بیزنس فور سلف یا وام خود اشتغالی، کانستراکشن مورگیج، سکندری هوم، وام ساخت و ساز، وام برای خونه دوم، برای کسایی که اقامت کانادا رو ندارن و کامرشال پراپرتی. این عناوینی هستش که به صورت در طول برنامه، سلسله برنامه‌ای که براتون در نظر گرفتیم صحبت خواهیم کرد در موردشون، ولی به طور کلی امروز میخوایم براتون در رابطه با یکی از فاکتورهایی که برای اخذ وام خیلی مهم هست صحبت بکنیم و اون چیزی نیست جز کردیت. کردیت یکی از سه فاکتور مهم اخذ وام هست. خیلی ها هستن که فکر میکنن با داشتن کردیت خوب شرایط اخذ وام برایشون خیلی راحت تر هستش و به قول گفتنی تمام شرایط لازم رو دارن. این شرایط داشتن کردیت خوب خیلی خوبه، ولی شرایط کافی نیست. کردیت به معنای این که میگیم خوبه یعنی چی؟ به چه کردیتی میگن خوب؟ ببینید توی کشورهای غربی به خصوص کانادا، حالا اون کشوری که ما داریم توش زندگی میکنیم، من و شما رو از روی کردیتمون میشناسن. اینکه کردیتمون خوب باشه میدونن آدم خوش حسابی هستیم. داشتن کردیت خیلی مهم هستش توی این کشور. اینکه چجوری کردیتاتون رو مینتین کنین یا به عبارتی وقتی استفادهش میکنین به طور منظم باز پرداخت بکنین بدهیاتون رو، کردیتتون رو در واقع دارین میسازین. وقتی کردیتتون رو بسازین، هر کسی که کردیت شما رو ببینه، حالا برای خونه بخواین رنت بکنین یا ماشین بخواین بخرین یا هر کار دیگه که بخواین بکنین تو این کشور، به کردیت شما نگاه میکنه. اگه کردیت خوبی داشته باشین، خب طبیعتا فکر میکنن که شما یه شخصی هستین که مسئولیت پذیر هستین، obligated هستین، به عبارتی خودتون رو مجبور میکنید که مثلا کریدیتتون رو خوب نگهداری کنین، پیمنتاتون رو آن تایم بدین و یک کریدیت خوب برای خودتون بسازید. این شرایطی هستش که برای اینکه شما بتونید یه وام از یا از مؤسسه اعتباری بگیرید، به این نکته خیلی توجه میکنن. حالا کریدیت خوب به چی میگن؟ خیلی از هموطنان ما فکر میکنن با داشتن یک کردیت معمولی، حالا در حد مثلا فرض کن 5000 دلار، 2000 دلار، 200 دلار، 300 دلار، همه یه دونه کردیت دارن و میگن مثلا اسکورمون هستش 800. آیا این کردیت خوبیه؟ آیا کسایی که میخوان وام بدن به شما با دیدن کردیت ریپورت شما که تو اون نشون میده که شما یک دونه کردیت دارین و لیمیتش هم مثلا 800 دلار، این به این معنای این هستش شما آدم خوش حسابی هستین؟ شما کوالیفای هستین برای گرفتن وام مسکن؟ در جواب باید به خدمتتون بگم که نه. کردیت اسکور باز، حالا یه سری ها میگن ما 800ایم، 900ایم، نمیدونم 750 هستیم. آره کردیت اسکور خیلی خوبه، ولی باز به تنهایی کافی نیست. دیتیلز کردیت ریپورت شما مهمه. اینکه چند تا کردیت دارید، مینیمم چیزی که مؤسسات اعتباری مینیمم دارم خدمتتون میگم میخوان که شما داشته باشین، مینیمم 2 یا 3 تا لاین کردیتی هست. حالا این لاین میتونه مثلا فرض کنید کردیت کارت باشه، میتونه لاین اف کردیت باشه، لیمیتاش هم معمولا 1500 دلار به بالا. حالا اینا برمیگرده به اینکه شما کی تشریف آوردین تو کانادا، چون تو اون کردیت ریپورت نشون میده که شما کی این اکانتاتون اوپن شده، باز شده. اگر مثلا فرض کنید یه کسی که اومده مثلا فرض کنید سال 2000 مثلا 10 اومده کانادا، 7 سال مثلا گذشته تو کانادا هست و یه دونه کردیت داره و اسکورش هم هست 850، این کردیت خوبی نیست برای وام گرفتن، به خاطر اینکه اون مؤسسه اعتباری میگه تو این 7 سال خب مثلا این آقا یا این خانم چه کار میکرده، چرا کردیت نداره.
چرا استابلیش نشده کردیتش، مشکلش چی بوده؟ ببینید این چیزایی هست، نکات ریزی هستش که خیلی از هموطنان ما ممکنه باهاش آشنایی نداشته باشه، و اینه که بدونیم که اسکور به تنهایی چیز کافی نیست برای اینکه شما بگین من کریدیتم خوبه. بنابراین باید کریدیتتون، تعداد کریدیت کارتایی که دارین حداقل، عرض کردم 3 تا باشه، حداقل مینیمم لیمیتش که برای اون مثلا ریپورت خوب میخواین داشته باشه مینیمم 1500 تا 2000 دلار مینیمم دارم خدمتتون میگم باشه. طبیعتاً هر مثلا مدت زمانی بیشتری که شما توی یک کشوری مثل کانادا باشین و اون کریدیتاتون رو استفاده بکنین برای خریدای روزمره‌تون و آن تایم پیمنتاتون رو پرداخت کرده باشین و نشون بده که شما کریدیت خوبی دارین، خودشون کریدیتاتون رو انکریز میکنن، میبرن بالا و حتی میتونین برین کریدیتای دیگه هم بگیرید. داشتن کریدیت زیاد خوب نیست، خب البته خوبه برای کسی که بتونه منیج بکنه، ولی داشتن زیادیش هم همچین چیز خوبی نیست که مثلا شما فرض کن 50 تا 40 تا 30 تا 20 تا 15 تا کریدیت داشته باشین، اینم زیاد خوب نیست، به خاطر اینکه شما ممکنه حتی مثلا به اون کریدیتورها هم بدهی نداشته باشین، ولی چون اکسس دارین به اون مبالغی که حالا لیمیت شما هستش، داشتن زیادش هم همچین چیز خوب نیست. اگه شما بخواید مثلا از یه مؤسسه اعتباری وام بگیرین، بگن که مثلا تعداد کریدیت لیمیت هایی که شما دارین مثلا جمعش مثلا فرض کنید نزدیک 300 400 هزار دلار مثلا بشه، بعد شما بخواید یه وام مثلا مورگیج یا یه وام برای خونه یا کاندو بگیرید مثلا 400 هزار دلار، بعد میگن خب این نزدیک 300 هزار دلار فقط روی کریدیتاش لیمیت داره، اگر بخواد 400 هزار دلار مورگیج بگیره خب پتانسیالی نداره که اون 300 هزار دلار هم استفاده کنه، درنچتن اونا روی 700 هزار دلار شما رو نگاه میکنن. درسته که بدهی نداری، ولی باز چیز خوبی نیست که زیاد داشته باشی. یه چیز معقول کریدیت معقول که داشته باشی، که برعده مثلا 5 تا 6 تا کریدیت داشته باشین، لیمیت های الان 5000 دلار 7000 دلار 5000 دلار 3000 دلار باش کار کرده باشین، پیمنت هاشو آن تایم داده باشین، این وقتی که کریدیت اسکور شما اگر مثلا 670 هم باشه، از اسکوری که یه شخصی داره که 800 هست و یه دونه کریدیت کارت داره بهتره. چرا؟ به دید کریدیتورا میگن این شخصی که یه دونه کریدیت کارت داره و با 500 دلار مثلا لیمیتی که داره استفاده کرده، اسکورش 700-800 هستش، کریدیت خوبی نیست. ولی اون شخصی که کردیتش مثلا 670 و 5 تا کردیت داره و اون کردیتاشو داره توامن استفاده میکنه و پیم میکنه، به مراتب اون کردیت اون شخص بهتر از اون 800ی است که یه دونه کردیت داره. خب این چیزی که مؤسسات اعتباری بهش نگاه میکنن. صرفا میخوام بدونن شما اگر توی شرایطی قرار بگیرین که از کردیتتون استفاده کنین، آیا توان باز پرداخت بدهیاتون رو سر موقع دارین یا نه. خب طبیعتا اگه کردیت نداشته باشی یا لیمیتش پایین باشه، شما 500 دلار که استفاده بکنین مثلا چه میدونم ماه بعد میتونین پیش کنین، ولی اگه مثلا فرض کن 70000 دلار لیمیت داشته باشین رو 5 تا کردیت و مثلا فرض کن 20000 دلار رو همشون بدهی داشته باشین، خب این 20000 دلار به مراتب خیلی بهتر از اون 500 دلاری هست که ما داریم صحبتش رو میکنیم. وقتی لندر اینو ببینه که شما 20000 دلار رو دارین منیج میکنین، پی میکنین، طبیعتا متوجه میشه کردیتتون، اینکامتون خوبه که میتونین کردیتتون رو مینتین کنین و اون اسکور حالا کذایی که گفتم 670 به مراتب بهتر از اون 800 که با یه کردیت باشه. توی کردیت ریپورتتون همیشه به این توجه داشته باشین که چند تا قسمتی هستش که لندرها بهش توجه میکنن. یکی هیستوری شما هستش. هیستوری شما تو کریدیت ریپورتتون نشون داده میشه که کریدیتتون هیت شده، کی هیت کرده کریدیتتون رو. اگر ریسنتلی مثلا فرض کنید جایی اپلای کردیم برای لاین اف کریدیت، کریدیت کارت، مورگیج، ماشین، هر چیزی که هستش اونجا نشون داده میشه. عواملی که باعث میشه کردیت اسکور شما بیاد پایین، و مثلا من دیدم کیسایی رو که میگن ما کردیتمون خوبه، همیشه هم سر موقع پرداخت کردیم، ولی نمیدونم چرا اسکورمون پایینه، و چون اسکورشون پایینه و یکی از ریکوایرمنتاش برای اینکه شما بتونید وام بانکی مثلا با نرخ بهتری توی مارکت بگیرید که اسکور خوب هم داشته باشید. بعد سوال اینجاست که خب چرا اسکور شما اومده پایین؟
به طور کلی چند تا آیتم هستش که توی کردیت شما خیلی اثر میذاره اگر اسکورتون بیاد پایین. یکیش این هستش که شما کردیت لیمیت هایی که داریم، مثلا فرض کنیم همون 5 تا کردیتی که داریم صحبت میکنیم، داریم یکیش 5000 دلاره، یکیش 7000 دلاره، یکیش 10000 دلاره، شما بیاین ماکس اوتش بکنید. یعنی بیاین مثلا اگر 5000 دلار لیمیتش هست 4800 دلارش رو استفاده کنید. درسته دارین پیمنت هاتون رو میدین، مینیمم هم احتمالاً مثلا دارین پی میکنین، ولی چون ماکس کردیت رو استفاده کردین، تو اون حالت کردیت دومتون هم مثلا 7000 دلاره، اون مثلا 6300 دلار روش بدهی دارین، اون یکی کردیت 10000 دلاره، روی اون 10000 دلار 8700 یا 9000 دلار مثلا روش بدهی دارین. این اصطلاح هم بهش میگن ماکس اوت. وقتی ماکس اوت میشه، آره کردیت شماست، میتونید استفاده بکنید، ولی اینکه بدهیتون رو به آن تایم بخواید برگردونید، اگه بخواید مینیمم پیمنت که همون اصطلاحا بهره ایه که رو اون رقمی که شما استفاده کردین پی میکنید، اصل پول رو کم نمیکنه. نتیجتا نشون میده که شما توانایی باز پرداخت وچی رو که از روی کردیتتون گرفتین رو ندارین. این چیزی که کردیتورها نگاه میکنن. خب بنابراین اسکورتون میاد پایین. یکی از دلایل اینکه اسکور شما میاد پایین ماکس اوت کردن کردیتاتون هست. دلیل دومش اینه که شما بیاین مثلا فرض کنید میخوای ماشین بخرید، میرین کمپانی مثلا یه دیلری ماشین میخواییم بگیرین، اونجا کردیتون رو چک میکنن. هفته بعدش میخواییم بریم مثلا فرض کنید یه بانک، یه کردیت هم مثلا از بانک بگیرین، اونجا هم باز میرن چکتون میکنن. اینکوایری های زیادی که تو مدت کوتاه زمانی مثلا فرض کنید 1 ماه 2 ماه داشته باشین، این هم اسکور شما رو میاره پایین. یکی دیگه از دلایلی که میتونه رو کردیت اسکور شما اثر بذاره و اسکورتون رو بیاره پایین لیت پیمنت، یعنی که شما فرض کنید روی کردیتی بالانسی دارین و قرار هستش که ماهانه مثلا فرض کنید 300 دلار حالا مینیمم پیمنتش رو پی بکنین، مثلا 21 هر ماه باید این پول رو بدین. خب اکثرا میذارن اون روز آخر که نزدیک میشه به اون تاریخ دو دیتش، 21 یه دفعه میرن مثلا آنلاین پی میکنن مثلا. خب تا این بیاد پول پروسس بشه، از تو حساب شما برداشته بشه، به حساب مثلا کریتورتون بره، خب ممکنه تو همون روز که به اصطلاح شما پی میکنه اکثر بانک ها همون ترانزکشن دیت همون رو بزنن، ولی بعضی موقع روز بعد میفته. یا اینکه یک روز گذشته و میگیم ما فقط یک روز تاخیر داشتیم تو باز پرداخت مثلا بدهیمون، این میشه لیت پیمنت. وقتی لیت پیمنت بشه اصطلاحا حالا نوع بدهی که دارین، حالا کردیت هست، مورگیج هست، وام هستش، اصطلاحا R2 R3 R4 I1 I2 I3 اینا چیزایی هستش که کدایی هستش تو کردیت ریپورتتون میبینین. اگر I1 R1 M1 اینا رو ببینین، اینا چیزای خوبی، یعنی آن تایم دارین پی میکنین، مشکل نداره. وقتی به 2-3 برسه، 2 یعنی که 30 تا 60 روز تاخیر افتاده توی پیمنتتون، R3 که بیفته 30 تا 90 روز یعنی تاخیر افتاده، بعد به اصطلاح 4-5 همینجوری میره بالا. خب این هم یکی از دلایلی هستش که شما کردیتتون میاد پایین. پس 4 دلیل اصلی که کردیت اسکور شما میتونه بیاد پایین ماکس اوت کردن کردیتتون هستش. به خدمت شما عرض شود که دیر پرداخت کردن کردیتتون هست و اینکه انکوایری تو کردیت ریپورتتون داشته باشید. Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long-term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home.
خب برگردیم به داستان کردیت. یکی از فکر میکنم مهمترین قسمت هایی که من خودم به شخصه توی این مدتی که کار وام مسکن رو انجام میدم باهاش درگیر بودم، فرق بین کانسومر پروپوزال و بانکرپسی هست. اکثر کسایی که بنا به دلایل حالا زندگی شخصی خودشون مجبور شدن که پروپوز بکنن، فکر میکنن که پروپوز کردن بانکرپسی نیست. خدمت شما عرض شود که بانکرپسی دو مورد خیلی معروفش، یکیش پروپوز کردن هست، یعنی شما میایید به کردیتورها، به کسایی که از شما طلبکار هستن، یه پروپوزی میکنی، میگین مثلا من اگر 100 هزار دلار به شما، به چند تا حالا بانک حالا هستن، کریدیتور ها هستن، بهشون بدهی دارین، میگین که من نمیتونم بدهی هامو بدم، یه ستلی بیاییم بکنیم، یه کاری بیاییم بکنیم که من با این شرایط دیگه نمیتونم بدهی هامو بدم. تو این حالت شما مجبور هستین که با یه تراستی برین جلو. این تراستی کارش چیه؟ کارش این هستش که بیاد با کریدیتورای شما بشینه و یه جلسه حالا بذاره و شرایط خاص شما رو برای کریدیتورا مشخص بکنه. بگه که کلاینتی که داره مثلا بنا به دلایلی جابش از دست داده، مشکلات دیگه خانوادگی هست، حالا هر چی که هستش، نمیتونه بدهی که به شما داره ماهانه پرداخت بکنه. برای همین اومدیم به شما پروپوز بکنیم که از مثلا 100 هزار دلاری که مثلا ایشون به شما بدهکاری داره، مثلا 20%، 30%، 40%، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم چون کار من نیست که بخوام راجبش دیتیلزش بخوام صحبت بکنم، ولی اوورال یه همچین داستانیه. میگین که مثلا 20% یا 30%ش رو بیشتر نمیتونه بده، یه قسط بندی براتون میکنن، بعد میرین حالا کورت، فرض کن مثلا از طریق همون تراستی کمپانی این تایید میشه، اپروف میشه، یا مثلا میگه اصلا نمیتونم چیزی بدم. خب حالا هر چی که هست ستل میکنیم به عبارتی با اون کریدیتورا، یه بخشی رو براتون میذارم، میگم مثلا از این 100 هزار دلار مثلا 20 هزار دلارشو مثلا ندین، 80 هزار دلارشو مثلا بده، یا 80 هزار دلار نمیدونم، حالا یه داستانی ستلمنت هر چی که هستش. بعد تقدیر هر چی که هستش، شما میایین میگین من میخوام اعلام پروپوزال بکنم، اعلام بانکراپسی بکنم، چون دارم پروپوز میکنم و این پولی که قراره به شما بدم رو مثلا تو 3 سال آینده، تو 2 سال آینده، تو 5 سال آینده به شما پی میکنم. حالا چجوری پی میشه؟ از طریق همون تراستی کمپانی که حالا واسطه شما هست بین شما و اون کریدیتورا. از زمانی که شما اعلام پروپوزال کردین، کانسومر پروپوزال بهش میگن یا همون بانکرپسی نوع اولش، شما تو کردیتون نشون داده میشه، تو کردیتون نشون داده میشه که شما پروپوز کردید. حالا اون داستان 3 سال، 2 سال، 4 سال، هر چی که شما قراره پی بکنین، اون تموم که بشه، خب اون تموم که بشه، یعنی اون مقدار پولی رو که شما تقبل کردین که پی بکنین تو اون ستلمنتی که داشتین، اون تموم بشه، 2 سال بعد باشه مثلا فرض بکنیم، 2 سال بعد که پیمنتاتون رو دارین تموم شد، اونجا بهتون دیسچارج لدر میدن. خب اون دیسچارج لدر یعنی که شما اون 2 سال پیش که اومدی بانکرپسی اعلام کردی، قرار شد 2 سال به ما پول بدی تا مثلا فرض کن تو این تاریخ برسه، وقتی اون ستلمنت انجام شد، پرفورم شد، شما دیسچارج میشی. قانون مورگیج برای دیسچارج اینه. حالا من تا اینجاش رو خواستم فقط بگم، میگم کار من نیست، ممکن حالا یه مقداری بالا پایین گفته باشم، ولی از اینجا به بعدش کار من. خب شما وقتی که دیسچارج میشین، اگر بخواید بیاین مورگیج بگیرین، سوال اینه، اگر مثلا فرض کنید دیسچارج شده باشین، کی میتونین بیاین مورگیج بگیرین؟ یا حتی اگه تو پروپوزال باشین،
تو دوره اون دو ساله که هستین آیا میتونین بیاین مورگیج بگیرین یا نه؟ جواب سوال بله میتونین. حالا چه جوری الان براتون توضیح میدم. اگر تو دوره پروسس اون دو ساله باشین، سه ساله باشین که داریم صحبتشون میکنیم باشین، بانک بهتون نمیده. هیچ بانکی بهتون مورگیج نمیده. یعنی اینکه فکر بکنین با ریت خوب بخواین مورگیج بگیرین، نمیده بهتون. بایستی برین اصطلاحاً با بی لندر کار کنین. بی لندرها ریتاشون بالاتره. یه فی هم به عبارتی دارن که برای مورگیج بخوام بهتون بدم. ولی خوبش اینه که بهتون کمک میکنن کریدیت رو استابلیش بشه. به شرطی که اون رقمی رو که شما قرار بود تو دو سال بدین، تو یک سال بدین، قبل از اینکه اون ترمتون تموم بشه که قرار شده بود اون پولو بدین، تو زمانی که میخواییم مورگیج بگیرین پی کنین. خب از بیلندرها. اگر اون رو پی کردین، اصطلاحاً دیسچارج شدین زودتر، میتونین از بیلندر برین مورگیج بگیرین، حالا یه سال دو سال با اون بیلندره باشین تا کریدیتون استبلیش بشه، بعد دوره برگردین مثلا به بانک. اگر نخواهیم با بیلندر برین و فرض بگیریم اون دو سال تموم شد، الان اومدین میگه آقا من دیسچارج شدم، الان میخوام مورگیج بگیرم، آیا میتونم مورگیج بگیرم از بانک با ریت پایین؟ شرطش اینه، اگر شما از تاریخ دیسچارج شدنتون دو سال گذشته باشه، دو سال فقط برای پرچس ترانزکشن، یعنی ریفایننس هم بهتون بانک ها نمیده، خب فقط برای پرچس، برای خرید خونه، اگر دو سال گذشته باشه، حالا هر بانک هم برای خودش یک پالیسی داره، این که من میگم جنراله، حالا بعضی از بانک ها ممکنه 7 سال، 8 سال، 6 سال مثلا برای خودشون پالیسی داشته باشن، ولی میشه با دو سال هم رفت جلو. از تاریخ دیسچارجتون دو سال گذشته باشه، مینیمم 2 تا کردیت داشته باشین که مینیمم $1,500 لیمیتش باشه، به شرطی که اون بانکی که میخواین برین ازش مورگیج بگیرین تو جزء اون کریدیتورای نباشه که شما بانکرسی اعلام کردین، میتونین برین از اون بانک مورگیج بگیرین. اگر مثلا فرض کنین مثلا توی اون کریدیتورایی که اون روز اومدین دو سال پیش پروپوزال کردین، تیری بانک هم توش بوده، الان مثلا دیسچارج شدین، دو سال هم گذشته، کریدیت هم استابلیش کردین، نمیتونین برین از تیدی دیگه بگیرین. تیدی دیگه اصلا باتون نمیخواد کار کنه. خب مثلا میتونیم بریم با CIBC بگیریم مثلا، یا برعکس اگه CIBC اون تو بوده شما دیگه نمیتونی با CIBC بری جلو. خب بعد بریم با یه بانک دیگه که تو اون لیستی که کریدیتور بودن نباشه. این مورد زمانی که شما استابلیش کنید کریدیت رو، مینیمم 2 تا لاین کریدیت هم داشته باشید. این مورد زمانیه که شما پروپوز میکنید، اون حالت اول بانکراپسی است که اکثر دوستان فکر میکنن که این پروپوز کردن بانکراپسی نیست. دومین نوع بانکراپسی برعکس نوع اول بانکراپسی هست که اصطلاح همش میگن پروپوز، اونو بهش میگن پتیشن. تو حالت اول شما میری به کریدیتورا میگی من میخوام بانکراپسی اعلام کنم، تو حالت دوم کریدیتورا میان شما رو پوش میکنن که شما بانکراپسی اعلام کنی. خب مثلا فرض کن 5 تا 6 تا کریدیتور هستن، معمولا هم وقتی که بالای 200,000 دلار هستش معمولا اون میان مثلا پتیشن میکنن، حالا بستگی داره به کیس، کیس با کیس هم فرق میکنه. تو این حالت کریدیتورا میان شما رو پوش میکنن که بیاین اعلام بانکراپسی بکنین، چون میبینن چیزی شما بهشون نمیدین، شما هم که نمیخوای پروپوز بکنین، میان پوش میکنن و شما رو از طریق همون تراستی به اصطلاح بانکراپسی اعلام میکنه. تو این حالت باز همون داستان خاص خودشو داره که دو سال بگذره، بعد از دو سال دیسچارج بشین، کریدیتتون رو استابلیش بکنین، بعد اگه خواستین خونه خواستین بگیرین بخرین. این حالت دوم بانکراپسی بود. حالا میگم وارد دیتیلز من نمیخوام بشم که چه داستانهایی ممکنه براتون پیش بیاد، چه کار باید بکنین، ولی کلن این دو نوعی که عرض کردم خدمتتون به این صورت هستش. به خدمت شما شود که برنامه اول ما همینجا به اتمام میرسه. من خودم شخصا خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون بودم امروز. خبر خوبی بدم بهتون که قرار هستش که این برنامه‌ای که حالا من عرض کردم خدمتتون در سلسله برنامه‌ای که قرار هست براتون برگزار بکنم، که هدف من و گروهی که حالا ما داریم با هم کار میکنیم اطلاع رسانی هست بیشتر، قرار هست از 3-4 هفته دیگه فکر میکنم به طور مستقیم لایو
پخش بشه که تو اون حالت میتونیم بیشتر با همدیگه در تماس باشیم. اگر سوالی بود، سوالی داشتید، من در خدمتتون هستم، میتونیم به صورت برنامه چون زنده هم هستش ارتباط برقرار کنیم. تو این فاصله اگر نظری دارین، نمیدونم انتقادی دارین، سوالی دارین، ایمیل من اونجا هستش، میبینین rafi@amgtv.ca ببخشید، میتونید با من در تماس باشید، سوالات خودتون رو بفرستین برام، حتما بهتون جواب خواهم داد. وبسایت این برنامه رو میتونین، این تلویزیون رو میتونین ببینین و توی وبسایت برنامه‌های جالبی هستش، بهتون توصیه میکنم حتما ببینین. از AMG تلویزیون هم سپاسگزارم برای وقتی که به من داد. تا برنامه بعدی.